سلام بر همگی، سلام بر دوستان عزیز. پرشه این هفته پرشه بشلخ. هفته پیش پرشه با ال پر او. خداوند به موشه گفت الان وقت اینه که بیای تو دنیای بالاتری. میدونیم که خداوند موشه رو برد به درگاه دنیای اصیلوت، دنیای بالا، نزدیکترین درگاه که اسرائیل رو آماده کنه برای یتیت مصرعیم. در پرشای بشلخ که شروع میشه میگوید بایی بشلخ پر او اتا ام، که پر او بودش که فرستاد ام قوم، ولی قوم بدون اسم، فقط قوم از مصر. موضوع یتیت مصرعیم یعنی بیرون آمدن از مصر رول بسیار بسیار مهمی در زندگی ما و در تورا بازی میکنه، که 50 مرتبه در تورا تکرار شده یتیت مصرعیم. 50 نمودار اون دنیای شعره تشوواست، درگاه تشوواست، درگاهی است که به حد اعلای فهم انسان میرسه، به یک حقیقتی پی میبره. دنیا رو میگیم دنیای تشووا. پس یتیت مصرعیم واقعی است که نه فقط یک دفعه اتفاق افتاده، نه فقط اینی که مسبب شده یک موعدی رو ما داشته باشیم به اسم پسح، نه، یتیت مصرعیم یک اتفاقیه، یک واقعیتیه که هر روز در زندگی ما اتفاق میفته. اونجوری که میدونیم دنیای ما درست شده از دنیای نقطه‌ای، جزئیات و کلی. هر روز زندگی ما عمل یتیت مصرعیم و تخیات پگرین متین هر روز اتفاق میفته. این جزئیاته، جزئیات یک ساله. بعد از 12 ماه که کامل شد، دوباره 12 ماه دیگه شروع میشه، شروع میشه با ماهی که یتیت مصرعیم، ماه نیسان. ولی کلیت، کل الان یتیت میکنه، جز اونهایی که جزئیات رو کامل کردن، جز و کلیاتن. اونقدر جزئی که من روزانه کامل میکنم برنامه یتیت مصرعیم رو که به عزت شب یاد خواهیم گرفت، در کلیات بهره میبرم، در کلیات بهرشو دریافت میکنم برای ادامه 12 ماه دیگر. و هی بشلخ ات ام، و گفتیم که 3 مرتبه ام تو این 2 پاسوک اول تکرار میشه توی تورا. هر امی مساوی 115، هی و عین و مم 40 و 75 رو هم جمع بکنیم میشه 115. 3 مرتبه گفت آم، گفتی میشه موشه. این آمی که بعداً به اسم ارف رب میشناسیم، آم موشه است. بنی اسرائیل جدا هستند از آم. بعداً میبینیم که از آم که ارب رابه و بنی اسرائیل
دعت اسرائیل درست میشه. اون بعد از اینی که تورا رو میگیریم دعت اسرائیل درست میشه. ولی الان آمه گفتیم ارب راف از اون نشاموتی بودن که از سه نسل قبل آمدن توی مصر و چون موشه ربینو به عنوان ماشیخ اسرائیل میخواست کلیت نیتسوسین بس، یعنی گفتیم نیتسلو اتا میترایم، یعنی هر نیتسوس هر جرقه و نشامه یهودی که توی مصر بود، موشه گفت من میخوام نه فقط نشامه بن اسرائیل الا نشامه های عالی دیگری که صحبت کردیم من بود که الان توی کلیپاس و کلیپای ارب را و موشه قبول کرد که اینو بیاره بیرون، اینها را هم بیاره بیرون. و الان فقط اسمشون که درستن از ارب راب، ارب راب، ارب حروف را، اینا هنوز کامل نشدن، هنوز بد توشونه. بعد میریم جلو. اولین کاری که برای یتیات مصرعیمه، اول برسیم به این دو نقطه رو مشخص کنیم، لازم و ملزوم اینی که موشه میره با استخونهای یوسف صدیق رو از توی رودخانه توی نیل که بوده در میاره با خودش حمل کنه که ببره ارض اسرائیل، چون اسرائیل قول داده بوده که استخونهای یوسف رو ببره. ولی گفتم این بیشتر از این، با این که میخواییم این کلاس فقط ساده تعریف میتیت مصرعیم باشه، استخونای یوسف یک قدرت و یک انرژی دارن به اسم صدیق. صدیق نمی میره، نیروی صدیق همیشه هست، همیشه گیه. پس اول باید وصل بشیم به یه صدیق. صحبت اینه که وصل بشیم به یه صدیق. بعد و ایدبر ادونای الموشه لمر، پاسوک فصل 14 هم פסוקה אלף בית. וידבר אדוני אל משה, חודבן במשה סובד מכונה, אלן הנוז יציע את הפור מהפתה. אלן הוא מדי גופת בולנשים בלי. פרעון גופת בולנשים בלי. אני פרעון, פרעון כי יקביגי בולנשים בלי. ואני גופת בולנשים בלי, מה נמבר החוק אני? דבר אל בני ישראל, סופת בו בני ישראל, נעם. אלן מגי בני ישראל. به بنی اسرائیل صحبت کن برای یتیات مصرعیم. یشوو، یشوو یعنی برگردیم. و یخنو، چرا لغت یشوو رو استفاده میکنی؟ و یخنو از لغت خن میاد، از لغت اردوگاه زدن، نشستن. لفنه پی هخرو روبروی دهان آزادی، بین مگدل و بین، یعنی ما بین مگدل برجی گدول نیروی خسد و بین هیم و یه طرف دیگه تونم دریاست، داره جا میده، مکان میده کجا اسرائیل اردو کنه. ولی اسمها اینجا برای ما خیلی مهمه که چه اسمایی رو داره به اسرائیل میده. که بعد از یتیات مصرعیم کرد کجا اردو بکنه، چون کار تمام نشد، چون میدونیم که الان فرعون میره دنباله بنی اسرائیل، راضی نیست که اسرائیل رفته بیرون، یه دفعه بیدار میشه، پس هنوز فرعون دنبال من میاد. همه اینها رو قصه هاش رو میدونیم. و یشوو و یخونو لفنه پی هخیروت، میگه خیلی خوب پشتم بیامه، این بر من میدباره، پشت من داره فرعون میاد منو نابود کنه.
انتقامش رو از من بگیره. موقعیت رو تخیلی بکنیم ولی ببینیم اسما چی میگه. اولین حرفی که میزنه میگه یشیوو. یشیوو یعنی تشوبه کنید، یتسیت میسرایید. بدون تشوبه امکان پذیر نیست. پس میگه اول فرض شو به یه صدیق که نیروی صداقت درونت بیدار شد و بعد تشوبه کن، یعنی تعمق کن، برو در وجود خودت ببین چیه که لازم نور از تاریکی در بیاد. یعنی چی به یه نتسلو میتراین؟ اسرائیل تمام اون جرقه های نیروهایی که توی کلیپا افتاده گفته میتراین چیه؟ کلیپا است. اجزه بدین یه قدری از اریح کدوش یاد بگیریم و برگردیم دوباره سر پاسوکیم. اریح کدوش و پرشد به شلخ لیکوتین، سفر لیکوتین صفحه 156-157 اینجوری که صبح خوندیم، قسمت رو تکرار میکنم چون بسیار حائز اهمیته. دروش دروش نئمین یعنی یتسیات مصرعیم. یه دروش یک تفسیر زیبا از موضوع، این یک تفسیر از موضوع یتسیات مصرعیم. یتسیات مصرعیم مثل اینه که آدم از تاریکی در بیاد دنیای نور، از دنیای غلامی دروغ بیاد تو دنیای غلامی حقیقت، از عبادت دروغ بیاد توی عبادت امت، از دنیای تاریکی بیاد تو دنیای روشنایی. این یتسیات، این بیرون اومدنه. و این چرا میگه یتسیات؟ این جهت، یک باید یک جهش بشه بیاد بیرون. این به وسیله یک جهش انجام میشه. خیلی جهش سرعت داره. میگوید نئمین یعنی یتسیات اسرائیم شعور رمز شل یتسیات هنشمه مینگوف. کلیت این یتسیات اسرائیم چی صحبت میکنه؟ موقعی که نشمه از بدن آدم میاد بیرون، چی باقی میمونه؟ همینجور که گفتیم فقط یک شستم از نشامای من باقی میمونه، از نفس و روح و نشامای من یک شستمش باقی میمونه، ما بقیش میره. من خوابم، موقعی که بخوابم نه یادم چه حسابی دارم چه کار، خوابم یعنی با دنیای مادیات تماس ندارم، واقعا هستم ولی نیستم، هستم ولی واقعا نیستم. حالا این نشامایی که از من میاد بیرون کجا میره؟ چون داره میگه هر دفعه که میخوابی نشامه ازت میاد بیرون. یعنی چی؟ و یخی بشلخ فرعون اتعام. اینجاست که میگوید که فرعونه که حاضر میشه که این نشامه از این بدنی بیاد بیرون. آمدیم و دیگه بر نگشت. چگونه این بدن حاضره که این نشامه ولش کنه؟ از کجا امتحان اطمینانی داره که نشامه صبح بر میگرده؟ ازش میپرسه چرا میخوای بری بیرون؟ میگه باید برم عبادت خدامو بکنم، یعنی نزدیک بشم به خدای خودم، یعنی بتوانم اون تسکیهی که نزدیکی اوست رو به دست بیارم. گفت برو به فرعون بگو باید بیای بیرون، باید بیاد بیرون، عابد من باشه، تا مادامی که توی بدنه عابد فرعونی. الان میفهمیم که این بدن مصرعیمه. تا
مادامی که این بدن در تاریکی عقلش، در تاریکی فهمش کوتاهه، دیدش کوتاهه، هنوز تصحیح نشده، هنوز تشوهای کامل نکرده، هنوز کامل نشده، هنوز عالی نشده، تو میسرائیمه. فرقم نمی کنه کجای دنیاست، فرقم نمی کنه که آیا بغل دیوار به من وایسم زندگی کنم آیا پاکترم؟ نه، هنوز این بدنه تو مصره. تا مادامی که تو جهل و نادانیه، که بزرگترین درد یک آدم نادانیه، تو مصرعینه. هر روز خداوند، خدا چرا به من خواب میده که به من فرصت بده که این نشامه ازش بیاد بیرون؟ واسه این بدن رو اینقدر خسته میکنه در روز، ده تا کتکش میزنه که شب اجازه بده این نشامه بیاد بیرون. فکر میکنین هر روز چگونه؟ چون فرانه میخواد بخوابه، دنیای پایین خسته میشه نفس اماره. هر حیوانی رو که ببینی میخوابه، چه وایستاده چه خوابیده. شهور رمز لیتسیت هنشمه من هگوف و یهی بیشلخ فرعون تعم و او کشه یوتسه هنشمه من هگوف شهور فرعون ملخ. چون تو بدن پادشاه کیه؟ نفس اماره. واقعا پادشاه کیه؟ نفس اماره. مصرعیم و عرف، مصرعیم شروع میشه از عرف من، از گردن من. اینجا فرعون کشه عرف نشسته، اون اسرائیلی که گردن شقه، حاضر نیست گوش کنه، حاضر نیست فروتن بشه، چون آدم گردن شق فروتن نیست، آدم گردن شق خودخواهه، نفس اماره کنترلش میکنه. و کشه یوتسه نشمه من گفت شهو فرعون ملخ شهو کشه عرف و او ملخ به گفت شهو مصرعیم. بدن اسرائیل مثل مصرعیم و کخوت یצר הרע و نیروهای یצר نفس اماره هلخیم و رطفیم اخری بنی اسرائیل. تو این وجوده نشامه اسرائیل هم هست، گیر کرده، ولی این اسرائیل سعی میکنه با تمام این سختی هایی که این بدن میکشه که بتوانه میتسوت رو به تیفارتا، به زیری زود، به زیبایی انجام بده، تمیز باشه، پاک باشه، از چشم و گوش، از معرفت و عقل. که بتوانه شعور این رو پیدا کنه، که بتوانه خود رو تعالی بده، عالی‌تر بشه، وسعت بده، دیدش رو وسیع‌تر کنه، بهره ببره از این برخایی که خداوند بهش میده، اجازه میده که اون قسمت نیروی نادانیش تبدیل بشه به دانایی. اینجاست که میبینیم دست به دست عوض میشه، اسرائیل زیر دست مصرعیم آزاد میشه، میاد زیر دست هکدوش برخو، ید گدول، ید خزک و ید رما. فرعون یردف اخری بن اسرائیل، این بدنه حاضر نیست بن اسرائیل ازش دور بشه، بره، میاد دنبالش. یعنی اینکه اون کسی که میخواد اسرائیل بشه در این وجوده، از نادانی در بیاد،
چون هر روز ما به یک گره زندگی برمیخوریم. هر روز یک گره است. این گره تو زندگی ما هر روز هست که ما بازش کنیم. چگونه این رو باز میکنیم؟ با دانایی. چگونه به دانه با از یک مصری یا تاریکی در بیام؟ باید یک قسمتی که توی وجود من، عقل من هنوز نور نیست و تاریکیه، نور بیارم. حالا بذارین اجزه بدیم، بعد از اینی که این رو فهمیدیم ببینیم که فرعون میاد دنبال اسرائیل، میاد یعنی چی این حرف که میاد دنبال اسرائیل. خودش گفت برین، بعد خدا فکرش رو عوض کرد، اومد دنبال اسرائیل. اسرائیل کجا الان اردوگاهشه؟ نزدیک دریا، از یک طرف دریاست، از یک طرف میدباره، از یک طرف هم این فرعونه. جای فرار نداره، یا باید دل به دریا بزنه یا باید زیر دست پای چریت های مصر کشته بشه. این نقطه رو میخوام یه قدری بهش توجه کنید. ترسناکه، اونقدر ترسناکه که من شب میخوابم و اطمینان ندارم که آیا خداوند اجازه میده نشامه من برگرده یا برنگرده. اگه واقعا چون ایمان به این دارم که خداوند رحیمه، برمیگرد، با خیال راحت میخواد. ولی اگه خیالم ناراحت باشه نمیتونم بخوابم. پس میبینیم که اون کسی که خواب درست نداره، چون تشوبا نکرده، چون پاک نکرده، تنظیم نکرده. چرا این حرف رو میزنیم؟ اریه کدوش اینجور گفت، موقعی که سر میره و اردوگاه میزنه علایم، نزدیک دریا، میگه این دریای چیه که گفته دریا؟ برد نزدیک دریا، میگه این دریای جهنمه. هر شب روح ما که میاد میره نزدیک این دریاه. این دریاه ورود به جهنمه. شهو حیم نهر دینور، که اون دریاییست که دوش یک رودخانه است، همینجوری گفتیم دینیم. یعنی چی؟ خداوند به خاطر زحماتی که در روز ما میکشیم، میتسوتی که انجام میدیم، سعی میکنیم که این بدن و نفس رو پاک کنیم، سعی میکنیم این روح و این روحیه رو تعالی بدیم و کدوش کنیم، به جزه پرواز بش بدیم. یعنی این که اخلاقیات و خصوصیت ها و کرکترهای خودم رو پاک میکنم و عالی تر میکنم، که با نفس پاک بتوانم به خدای خودم وصل بشم. میبینم که یک قسمت های وجود من احتیاج داره پاک بشه، مثل سنگ الماسی که از معدن میاریم، باید بتراشیمش، پاکش کنیم. جهنم، این نهر دینوری که درست میشه، نهر یعنی یک جاده مشخص، موقعی که خداوند دستور داد به موشه که اساشو به دریا بزنه، دریا 12 نهر باز شد، 12 راه باز شد، آبها وایسادن. نه فقط یک جا، فیلم رو فراموش کنید، هر شبت اسرائیل یک راه خودشو داشت که از این دریای بره. این دریای جهنمه، این دریای یه رودخونه است، یه نهریست که آب آتشه، آبه ولی آتشه، ولی نمی سوزونه، ولی هرچی کلیپای مصر پاک میکنه وجود آدم. وقتی که آدم از اون ور دریای در میاد، پاکه، تمیزه، یک میوه الهیه. اسمش هم جهنمه. هر شب
میریم پاک میشیم، ولی بستگی داره به اعمالی که من در روز کردم، در شخرید، در مینخا و در عربید و اون شمعی که در تخت خواب قبل از خوابیدن، اون تشیوایی که قبل از خوابیدن من میکنم. واسه این اتورا میگوید تشیوو، برگردیم، تشوا کنیم، نبر بسیم به یوسف صدیق، بسیم به اون نیروی صداقت، تشوا کنین، چون الان چاره ای نداریم. چون یا فرعونه یا شما تصمیم بگیرین. اصل این زیبایی تورا اینجاست که موقعی که میگوید عرب ابو خطیر در این مورد خیلی زیبا نوشته، خیلی خیلی قشنگ این قسمت رو تعریف کرده، میگه در فصل یودلت پاسوک بد، موقعی که میگوید دبر البنی اسرائیل، صحبت کن خداوند و یشوب، برگردیم و یه خانم اون وقت بخوابی، تا تشوبا نکردی نخواب، چون به نوح نخواهی خوابید. اون 8 ساعتی که باید بخوابی و خواب خوب، چون اونجاییست که خداوند صاف و صوف و پاکت میکنه، اون نیروی رو برات برمیگردونه که زحمتش رو کشیدی، ولی الان پاک از کلیپا. هر صبح با اون نیروی که من میتوانم، اون جایگاهی که علم هبا دو دنیای آینده برای خودم بسازم، با این نیرو فقط، با این نیروی پاک الهی که برمیگردون خدای من، هر صبح علم هبای خودم رو بسازم. حرب ابو خسیره میگوید افشل لیرموز ریدوه שגדולת ישראל במצרים הייתה על ידם הבנים. מצרים, בסדר, ההגדה תורה, 4 בנדרים. אהמיית בנים. אהמיית בנים. דיווח חירו לקולה, כיד בגירן אין... راز تشوه، راز یتیاد مصرعیم، چگونه میتوانه یک اسرائیل نشمای خودش رو بیشتر و بیشتر در وجود و در این بدن مستقر کنه؟ چون موقعی که امت و یتر اطاق میره بالا، یتر را میره پایین. و آیه هتوره شبه تلویه هتشوه، کلیت تورا داده شده برای توانایی تشوبه، که بتونی تشوبه کنی. و اخشب و هکدوش برخو لطبوت تا موشه له زیر ات بنه اسرائیل شیشوب به تشوبه شلمه می لب و به نفش. الان موقعیت این دوستان عزیز که با تمام قلب، با تمام اون نفس و وجودم بخوام تشوبه کنم، هم از لحاظ کلیت، هم از روی جزئیات، چون داریم به کل نزدیک میشه. به پرات در جزئیات که ونش راتسل لیکرو لهم اتایم، چرا خدا میخواد این کار کنه؟ میخواد دریا رو براشون باز کنه، بکیا کنه، باز کنه که چی بشه؟ که بتونن از دوریا به یوشا رد بشن. اینا رد میشن، اسرائیل رد میشه، به نیسر رد میشه. همه اونایی که میخوان واقعا ایمان دارن به خدا خود، برمیگه از این شبتی میاد، قوم مشم میاد، چون مشم میاد. ولی مصری ها که میان، که کلیپا هستن، اونا تو دریا باقی، تو جهنم باقی میمونن، تو جهنم میشن، تای جهنم، تای دریا، به متسلوت یم، مثل سنگ میرن تای دریا و باقی میمونن تو این دریا به اسم
ים סוף, גיהנום. הרוז. ישראל מידום ואל. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. אדמה בדימי רסמטרו. ישובו מלב ונפש בזה שיש להם הרמת ראש ויקרא להם הים ויכנסו בתוכו בשלום ויצאו בשלום. מיתו ניתו יג'הנם רד בשעזים ותכונה מירי ולינה מסוזי. פוק מישי. מסייג מכברתן מירי אז יג מפי דר מי סוף. פוק מי הבירון. נכנס בשלום, יוצא בשלום. כי הרי הקדוש ברוך הוא הולך עמם והוא יהיה בעזרה. הטוטו יג'הנה. קדוש ברוך הוא בישראל. כבתונן רד בשם, בדוני גונה חטא. ואם לאו חס ושלום, שם שהוא מכר מידת דין. ודונים תו ג'הנם, דין. דוניו ידינה, דוניו ירזבתה. נשמה עם המירה בלה, מירה ברניק רזבת, ושצ'קר כאדם דרוס. וכת חודה וג'אי חודה רגרפתה. פס מידת דין. ומקדריגים עליו הרג'ו הס ומבלו מירה מי שכנסת ישראל. מירה ומג'ו מירה פשדות גוי אלוהיית נגור כונה רזבת מישה. ואמר לו שיזרם שישיבו בכל לבבכם. בתמם הכל ואמר להם שהם ידוע מחשבות וידוע אם שיפתם בכל לבבכם. בדון כחודבה המידו נתות שג'ורי פקר מקוני והיו מידו נהרירתם בקטמה מחלבד חפזדי יונה ישוב בתשובה שלמה לפני המידה שהיוצא אותם לחירות תסתון עזיס אז המצית דוניה מוהמתר עוזודיסט עוזודיסט אז נודוני آزادیست از نادانی از حماقت از تاریکی خروت موقعی است که ما از این بدنی که معتاد قدرت کنترلش نداریم تا موقعی که این قدرت کنترل این وجود رو نداریم آزاد نیستیم معتادیم סיני מגיע בתשובה שלמה, בלי, מורה כתשובה עם עוזו ג'וז 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 עוז תיקי תיקי ג'אם שבת וונגה אידר יושבה שלפני המידה שהוציאה אותם לחירות לפני המידה והסגי דורי בצ'אם דוזה זחמת כשתי צ'רת ג'חתה פוקסוזי ותחסי ותחסי כאדן רפתי ג'לו הרצ'רד מי זורי אורד מיכול ואותם לחירות וזהו לפני פי החירות. אין מעניין לי כדהון לי כמרות שמיירה חירות מיירה. דהון החירות. ואמר להם, גם תשובה מכל. סדאי בעד יש סדאי בושה כאמת בושה. הרי אותם בין מגדל, נגיד בזור שתהיה מגדל, מגדלי צ'יה, שהוא הקדוש ברוך הוא שנגרר מגדל עוז שם אדוני. מגדל עם נילוי חסד אלוהי. עוז אלוהי, רודרת אלוהי. פרדיקי מחד תשובה הכל. פרדיקי מחד אבס שם. פרדיקי מחד ג'ודו שסור מרע. אז רע, אז אם רעתי מיד. סובת קרדים. و اینجا قسمت بسیار مهم درسی مونه چون در ساعت آینده عمیق‌تر این افکار رو جلو خواهیم رفت در ساعت تا
ساعت بعدی. این قسمتی که اجازه بدین که براتون درست بیارم ببینم اون قسمتی که لازمه تو این کلاس با شما یاد بگیرم. گفتیم که برنامه یتیاد میشنیم درون این که بریم هر شب یتیاد میشنیم جهنم در زم، از اون بر که در میاییم یتیاد میشنیم مثل اینکه آدم تازه به دنیا آمده. یتیاد میشنیم مثل اینکه بچه ایست که از رحم مادر، بعد اینکه مادر فارغ میشه بچه میاد بیرون. به این میگیم از دنیای تاریکی، دنیایی که حرف نمیتونه بزنه. این رو تعریف کردیم، این رو میخوام یک قسمتیه که خوب بدونیم یعنی چی، چون توی طبیعت میشه این درس رو یاد گرفت. یتیاد میشنیم، اریا کدوش به ما گفته یتیاد میشنیم موقعیست که ایبور نولد، اون تولیدی که بچه ای که به دنیا میاد، این بچه ای که به دنیا میاد با چی به دنیا میاد؟ با جفتش. جفتش چیه؟ جفتش باعث بقا و زندگیش بوده توی مهر، ولی الان که اومده این جفته نباید بهش بس باشه، به نافش بنده میبرن، جدا میکنن این جفته رو. ولی الان میفهمن که چقدر این جفته توش دنیای دی ان ای هست که لازم و ملزوم باعث بقای و سلامتی آدم میتونه باشه. اگر آدم بتونه اون نیرویی که تو اون هست رو نگه داره. ولی این جفته چیه؟ اربراوه. خوب نیستن. باید درست شه، باید پاک شه. اون تمام اون دینی نیست که باشه، تمام دینینی که باید این فرد، تکلیف هایی که باید یاد بگیره، تمامش ریشش تو این جفته است. و اینا تو چی هن الان؟ توی کلیپان به اسم ارب راو. نیروی ارب راو در وجود اسرائیل قطعی شده. ارب راب این نیرویست که ریشه تیشه میزنه به ریشه خودش، از روی نادانی، از روی نادانی، از روی گردن شقی، از این روی اینی که نمیخواد یاد بگیره و عوض شه. و اگرم عوض میشه به خاطر ترس، عوض شدنش فقط بیرونیست، درونیست. اسرائیل باید از درون و بیرون تشوا کنه و درست کنه خودش رو، تصحیح کنه و تعالی بده. 600 هزار نشما بیشتر نیست. و برای اینی که این دنیایی که بهش میگیم اسرائیل ساخته بشه، این 600 هزار تا لازم و ملزوم و کافی است. همینجوری گفتیم اسرائیل گوی اخد به ارض، یه گویه، ولی صفتش اسرائیل. و صفت گوی اسرائیل اعتقاد داره به اخد، به خدای یگانه، به اونی که میگه شما اسرائیل ادونای الوهینو ادونای اخد. اریا کدوش ادامه میده و ایرئو مئود و یצעקו אל אדוני. همین اسرائیل بنی اسرائیل بودی که به اینجای دریا که میرسه میخواد تشوا تشوا کنه، چیکار میکنه؟ شیون میکشه به خدای خودش. گفتیم این موقع خوابه، چون بعد از خواب من رفتم تو کجا؟ تو این دریاه دارم میرم، دارم قضاوت میشم، نشامه از من
خارج شده، بیرون اومده، از این بدنه اومده بیرون. اینجاست که میگه ویرعم اودویت اکوال ادونای و امروال موشه. به موشه بند میگرده. موشه کیه؟ موشه نمودار یتر توف منه. توف چرا؟ چرا من یتر توف لازم دارم؟ چون باید یه دنیایی بسازم که یکیه توف. چون خدا دنیا رو توف ساخته و دنیای توف میخواد بسازه و دعت توف به ما داده. و خریش اتا نرآ کل حسار ازه و هیخزیک شکوخوت همزیکیم و تیو مبلین این که بریم به مصرعیم. با تمام این ترس و خوفی که برای ما آوردی، چرا ما رو آوردی تو همچین ترس و تاریکی که اگر من بخوابم این نشامه از من بیاد بیرون بر نگرده چکار کنم؟ ببینم تو مصر ما قبر نبود که ما رو آوردی، تو اینجا لب دریا ما قبرمون کنن، لب در جهنم. لموت به میدبار یا بریم تو این بیابونه بمیریم. حالا میدبارم یاد میگیریم به عزت شم که واقعا میدبار دیگه کجاست. کلومرش روئیم و هیبیت هکفر حمر و نعه امر ده لو دایی هکفر به خیم اتر. آیا کافی نیستش که ما توی قبر معمولی هم درد میکشیم و کتک میخوریم؟ شیطان نفش نکبرا به تو خگوف. موقعی که این نفش تو این بدنه داره کار میکنه با امس، درست کتک میخوره، درست زجر میکشه، ولی آخر شب یه تیکه کاغذ میندازنش، نمیکشنش، قبرش نمیکنن، نیوردنش لب دریا قبرش کنن. نگاه کنید کی حرفا رو میزنه، کی اینجوری فکر میکنه. سر کبر اینی که آدم کجا قبر میشه، آدم باید راجبش فکر کنه، ناراحت باشه. شو ما شخفتیم اتو به کبر لکختو لموت به میدبر مکام هخیسونیم شو میدبر ششم شمیمه ششم اوسیم نکمل گوف. میدبر چیه؟ میدبار جاییست که بدن آدم باید سختی بکشه، تحمل آفتاب و مار و عقرب و تمام بدبختی هایی که توی بیابون آدم گیر کنه، سر به بیابون بزنه دیوانگیه. از ما را آوردی بیاری توی بیابون؟ من زود دستیت الان این چیه به ما کردی؟ بنی اسرائیل خاموشیم یاتسو، ولی هنوز ایمان کامل نیست، هنوز نقص تو این ایمانه، هنوز ترس از فرعون از نفس اماره است. مزود از این لانو لوتسیه اینو که ما رو وردی بیرون می مصرایم می نگوف از مصرایم از بدنمون، برای چی ما رو وردی بیرون؟ پس الان میدونیم یه تراتوبه که نشامای ما رو میبره بیرون. شهو مصرایم یوتر شوف هیا لانو بگوف. پس ما برگردیم تشوها. چه تشوها؟ تشوها کنیم برگردیم مصر. ولو زادوه اشهر دیبرنو علیخه به مصرایم. مگه ما به تو نگفته بودیم تو مصر؟ مگه به تو نگفتیم آقا ما رو ولمون کن، ما رو ول کن، ما دوست داریم همینجا باقی بمونیم؟ لو ما خدل میمنو و دعیت هم مصرایم، ما حاضریم آقا عابد مصرایم باشیم، نوکر مصرایم باشیم. و نیشت و تخد یتر را به علم هزه، بذب تو همین دنیای باقی باشیم، زیر یتر را هم زندگی کنیم، واسه خودمون زندگی خوب میسازیم. کی توب لنو
خوبه عبادت مصرت، که این چیزی که نفس اماره من میگه زیر سلطه فرعون باشم، که فرعون لباسی است از شیطان. شیطان اومده تو زیر پوست فرعون، که سبب بشه اسرائیل هیچ وقت پاک نشه، تعالی پیدا نکنه که بتونه تورا رو بگیره. چون دقیقه که اسرائیل عاقل بشه، دست از گردن شقی، دست از خودخواهی احتیاج نداره، احتیاج نداره خودخواه باشه دیگه. کتوب لنو لعبادت مصریم ممتو بمدبر بצער באלו המזיקים וזוטה שקשה עליו המוות מפני העונש. להפך הצדיק מתאבה למות. מגן רשע יא אדמי כבדה מתרסה במירה, מתרסה במירה. چرا؟ چون میدونه اگر بمیره حسابی تنبیه میشه. ولی صدیق از مرگ اصلا و ابدا ترس نداره، در صورتی که میخواد هر چیز زودتر یه پاکیه به وجود بیاره، چون بعد از مرگم جهنمه، هر شبم تو جهنمه. بستگی داره که آیا خداوند دریا رو واسه من باز میکنه و من رو تو یه بشا میبره، واسه این یبش میشه 312 یوت هیوافهیه، 12 ترکیب اسم الهیه، 12 شاهراهه براشون باز شد، شاهراه باز شد، هر شبم برامون باز میکنه. بستگی داره به اعمالی که در روز کردم، چون هر روز من جمع میشه و یک کلیتی رو در پسخ، یک گدلوتی رو، یک تکاملی رو نشون میده. حائمتی به زه گم کن یکوین هگیمل یمیم شلو خشخ اخری شیعتون میمیترین هم گیمل یمیم اخری یتیاد. بعد از اینکه خدا باید مصر رو بود، سه روز اینها بدون آب بودن، میگه این برنامه چیه؟ میگه موقعی که نشمه بیرون میاد از گوف، که مشیده به عزرت هشم بین مگدل و بین هخیروت، موقعی که میاد تو یه نقطه ای به اسم مگدل و خیروت، مشیب موشه شهو هیترتوب ال تیرهو من آنش. میگه موقعی که میاد اینجا یترتوب بهش میگه نترس، موشه بهشون میگه نترس از تنبیهی که میخواد برات بکنه، تنبیهت نمیکنه، تو رو رد میکنه، ولی تکلیف برا تعیین میکنه، دین میکنه، قضاوتت میکنه هر روز، و هر روز یه تکلیفی میده به تو که تصحیح کنی اون چیزی که گفتی تصحیح کنی، قدرتی رو میده که بتونی اون تشوها رو به میوه برسونی، به محصول برسونی، اون خواسته رو به فرجام برسونی. واسه این میگه نترسین که تنبیه میشین، میپنه شهو لطوتخم ادرون این جهنم گذشتن رودخانه نهر دینور رد شدن پاکی میاره. لطوتخم لحسیر می نفشتخم و مزیکم، تمام اون چیزایی که باعث خرابی میشن مثل یه پراسایت پشه زالو به آدم میچسبن، همه رو پاک میکنه، تمیز میکنه. ولحتسیلم میادین به این وسیله از قضاوت سنگین نجاتشون میده.
چون اگر این تیکه های زشت کلیپه ها چسبیده باشه به این نشامه، قضاوت سنگین میشه. پس پاکش میکنه به این وسیله که موقعی که از اون ور در میاد اینقدر تعالی پیدا کرده که شیرا میخونه و از یمین و لموشه و تورتو، بعد ایمان میارن. یعنی تا قبل از دریا رد شدن از این دریای ایمانشون کمتر شده، اون ور دریا که میان ایمان زیاد میشه. پس هر شب که میخوابم، صبح که بلند میشم، ایمانم باید چی باشه؟ قوی تر شده باشه. اگر تشوهای درست کردم، خواب آدم 8 ساعته، چون مشه رو روش خط بذارین همجوری که ساعت پیش گفتیم میشه خمیشه. خمیش خومش، واسه این 5 تا هم تورا داره، 5 تا کتاب داره، 5 تا علمه، همه اینها رو مشه کامل میکنه. خط بیناست، مشه حد علای بینایی، نون شعره بینا. موقعی گفت با الپرو کجا بیاد؟ اومد تو نون شعره بینا. بگه برای همین لحد سیلم میاد دین و گهنم. میگه درسته که این میره تو گهنم رد میشه، ولی رد میشه به یه وشا، بعد میشه با رحم الهیت. شکل که خود حتوم آ نشاریم لشا، هرچی که تمس در اون نشامای تو رو پاک میکنه و نگر میداره همونجا توی جهنم، تو دریا، به متسلوت چلیم و به تو خیم شهو نهر دینور. این یام سوفه نهر دینوره، هر شب اتوش رد میشیم. هیتیتهو و رو ات یشوعتا، جمع بشین و نگاه کنین نجات رو. یعنی چی نجات؟ که یه سر رای اون چیزی که رای بده. پا چی شد راجب ارب راب؟ نو ارب راب ختنه کرده، ارب راب توش نیتسوسه، میترایم پگریم متیمه، توشون دیگه نیتسوس نیست. فقط تو این نیروه که الان اومده هنوز قدرت دارن، انرژیه رو گرفتن، ولی الان تموم میشن، تو دریا تموم میشن، باقی میمونن. اشر یسه ایمخم شعل یده لیوون شل گهنم، لیوون لبن پاک میشین، سفت تسکیه پیدا میکنین، لبنه میشین، پاک میشین به وسیله این که تو این گهنم رد میشین. تهه رو نیه عبونوت، اینجور عبونوتتون پاک میشه. تشوه اینجوریه هر شب، چون موقعیت دارم که با آتش دینور پاکش کنم و صبح شهادت بدم موقعی که میخونم از یشیر مشاوب نیسرائیل اتشیر از اطلاح دانه ساده ترین راه فهمیدن یتیت مصرعیم. با اینکه بسیار امهای دیگر میشه در این معجزه، در این واقعه، در این فکر، در این طریقت که اشر رأیتم ات مصرعیم هیوم، میگه این مصری که تاریکی در تو وجود داد، جهل و نادانی که در تو وجود داشت، امروز دیگه نخواهید دید. لطو سیفو لیر اتم اد اد اولم تا آخر. این پاکی پاکه، این باعث میشه که آدم تعالی پیدا کنه، چون به امت و امونا پاک شده. ششم گهنم یشعر و ایو به اشمرات هبوکه،
سپیده روز و مصرع این به عمود اش انان. اینجا سپیده است، اینجاست که اسرائیل بلند میشه و میگوید شما اسرائیل ادونای الوهینو ادونای اخد. این نس، در موقع این نس چه اتفاقی افتاد؟ چقدر مهمه اسرائیل هر سپیده ای رو ببینه، هر طلوعی رو ببینه و هر غروبی رو شهادت بده. این اسرائیل. و بدونی که این طلوع چیه و این غروب چیه. و سین میاد اضافه میکند شیردو هنشمه لدرخ دین گهنم את המחנה מצרים שהוא הכוחות של היצרה אלא תוך הים בים סוף ונשארו שם המים להם חמה. מידים כתורה מגויית מורה כיסרד נשאות דיברה שדו בדן דיברה חמה. לוגת החמה יעני עשבוניית עזב قذب، حد علای عصبانیت، قذب، دیواره های قذب باز شد. بین دیواره های قذب اسرائیل حرکت میکرد. خمه کتیب، شو خمه و زعم و اخرش مطیعیم هنشمه میگهنم. بعد از این که از نشمه از گهنم میاد بیرون، ادین، هنوز هیه کخوتا رعوین. موقعی که از جهنم میاد بیرون تمام این نیرو الان آزاد شده در دست این کلیپا. چیه؟ تشنه است. تشنه چی؟ تشنه آب. تشنه چی؟ تشنه تورا. اینجاست که من صبح متوجه میشم که چقدر من تشنه این تورام که امروز یاد بگیرم، چقدر فکر اون تورایی هم که امروز یاد بگیرم، چقدر آمادم برای یاد گرفتن تورا در این روز جدید. اون تشنگی ابراز میشه، معلوم میکنه اون حد تشوا و اون پاکی که من از این ور دریا به اون ور دریا، از اول این خواب در اون خواب تا بیدار شدم در زمان سپیده. רעבים בלתי לתורה, שנשמה שנתת בי תאורה היא מורה כי עזות שוט המפוק שוט, אז אני נשמה ומדי תוינדויה יצי זירי מכך, תורה, שמזון של הנפש היא התורה, תזוי אין נפשה, אין ג'ונה כעל עזות שודה, אין ג'ונה כעל עזיר דס סלטי فرعون بوده الان آزاد شده این ور دریا، به چشم شهادت داده که دشمنش مرده دیگه، از دستش راحت شده. اینجا رو که نگاه میکنه که در لخیوت بگهنم کودم شنیخنس لگن ادن و زش کتوف یسا موشه ات اسرائیل میام سوف ویلخو شلوشا یمین. میگه موشه اسرائیل رو برد سه روز שלושה ימים במדבר ולא מצאו מים. רפתן כאוב גיר בירן ולי לא מצאו מים שהיא התורה. ואז ילינו העם אל המשה, למה מה נשתה? תוברי מוג'זר דידה אנו סובד נקדים סובד נקונים אמירן שתפור אופתות דריו. چی دیدن این دیواره ها چی بهشونشون میدادن؟ مقصود از رد شدن این دیواره های خمه غضب الهیت رو چی دیدن؟ چی فهمیدن؟ چی آشکار شد براشون که بعد آمدن و شیرا خوندن؟ چون شیرا یعنی گبروت. دین الهیت رو دیدن، حقیقت و امتی دیدن، عکسی دیدن که
هیچ پیغمبری ندید، هیچ فردی تا به امروز ندیده، فقط اونهایی که در اون دریا بودن دیدن. کی شهادت میده صبح حقیقت امر رو؟ من اونجا بودم، من از این رودخونه رد شدم. اون چیزی که میخواد خدا به من نشون بده تو خواب به من نشون میده، آشکار میکنه برام. همین جوری که موقعی که اسرائیل از دریای یام سوف رد شد و تمام تکلیفش رو نشون داد، واسه این یک موشه بهش گفت قبول کنین رد شین، ولی موقعی که رد شدین رفتین اینجا باید یه تکلیفی رو قبول کنین که این تکلیف گرفتن تو راست. خداوند به زخوت اینی که شما میرین اونور دریا به خاطر اینکه تورا رو میخواین بگیرین، پس خودتون آماده کنین برای گرفتن تورا. 3 روز رفتن و تورا نداشتن، گفتن ما خسته شدیم دیگه، جونمون گرفته شد، کی پس به ما این تورا رو میدی که جون بگیریم؟ به آب رسیدن و از آب نوشیدن، دیدن خیلی تلخه. اوهوهوهو این آبه نمیشه خورد، تلخه. ساده یعنی چی؟ رسیدی به آبی مره تلخ. مره می نویسی مم رش هی، مره یعنی تلخ، رما یعنی شیرین. اول شکایت کردن. یعنی چی شکایت کردن؟ اول گفتن این کارایی که از ما میخوای خود ما بکنیم، قانون تورایی که میخوای، شبات و روش خودش و کبود آب و ایما را که از ما میخوای تفیلین بذاریم و این کارها رو بکنیم سخته، مشکل خیلی سخته، نمیتونیم. تلخ شد، ولی خدا گفت این اتسو بگیر، اتس خیمو داد بهمون. گفت این با این عت خیمه آب شیرین میشه، با دونستن عت خیمه ریه کدوش تورا شیرین میشه، اونقدر شیرین میشه که و هفته بخور لبخه بخور نشخه بخور موده. بعزرت هشم این درس رو ادامه میدیم تو ساعت آینده. بشالومی آمین که میرد زاد.